سرخط خبرها. آغاز یک جنگ شدید در کاپیسا. 3 طالب کشته شدند. آغاز درگیری شدید و بی‌وفا در تخار. جنگ شدید در بغلان. تا اکنون 2 طالب کشته شدند. طالبان به امامان مساجد غزنی. باران قهر خداست. دعا کنید که متوقف شود. طالبان یک نظامی پیشین را در ولایت تخار تیرباران کردند. و یک طالب توسط همسرش در ولایت بادغیس کشته شد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک طالب توسط همسرش در ولایت بادغیس کشته شد. منابع محلی در بادغیس میگویند که یک تن از افراد طالبان توسط خانمش در ولسوالی آبکمری این ولایت کشته شده است. منابع محلی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این عضو طالبان یک هفته پیش و پس از آنکه از تصمیمش برای ازدواج دوم سخن گفت، توسط همسرش آماج شلیک گلوله قرار گرفت. به گفته منابع این عضو طالبان ابتدا زخمی شد، اما پس از یک هفته در شفاخانه جان داد. طالبان در بادغیس با تایید این رویداد از بازداشت همسر مقتول خبر می دهند. طالبان گفتند که خانم این طالب پس از آگاهی از تصمیم همسرش برای ازدواج دوم می خواسته خودکشی کند، اما گلوله اشتباهاً به شوهرش برخورد کرده است. این رویداد در حال رخ می دهد که پس از تسلط طالبان بیشتر اعضای این گروه به ازدواج های دوم، سوم و چهارم اقدام کردند. این اقدام طالبان بیشتر با واکنش مردم روبرو شده بود. طالبان یک نظامی پیشین را در ولایت تخار تیرباران کردند. منابع محلی در تخار میگویند که طالبان یک نظامی پیشین را در این ولایت به گونه فجیع تیرباران کردند. این رویداد ساعت 9 سه‌شنبه شب 1 سنبله در سایه پل آب در ولایت تخار زمان رخ داده است که این نظامی پیشین به سوی خانه اش می رفت. منابع محلی در تخار می گویند که طالبان این نظامی پیشین را ابتدا از موترش پیاده کرده و پس از آن برک بار گلوله می بندند. طالبان در تخار تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده اند. جنگ شدید در کاپیسا. تا اکنون 3 طالب کشته شده اند. منابع در جبهه مقاومت از حمله بر مواضع طالبان در کاپیسا خبر می دهند. یک منبع معتبر در جبهه مقاومت که نمی خواهد نامش فاش شود، در صحبت با خبرگزاری روزنامه 8 صبح می گوید که این حمله سه‌شنبه شب 1 سنبله بر یک بازگاه طالبان در روستای پناخیل ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا انجام شده است. به گفته این منبع، در پی این حمله 3 جنگجوی طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. از چند ماه به این سو، حملات نیروهای جبهه مقاومت بر بازگاه های طالبان در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. 8 طالب در پی حمله نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی نبکآب تخار کشته شدند. منابع محلی در تخار با آماج نیوز میگویند که در نتیجه حمله چریکی های جبهه مقاومت بر یک بازگاه طالبان در ولسوالی نبکآب این ولایت 8 طالب کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته این منبع، این حمله شب گذشته سه‌شنبه 1 سنبله بر یک بازگاه طالبان در قریه شولشل دره ولسوالی نبکآب در مسیر سرک طالقان نبکآب رخ داده است. بر روایت منبع، درگیری بین طالبان و جبهه مقاومت در این قریه 40 دقیقه دوام داشته است. منبع افزوده است که در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیبی نرسیده است. کشته شدن 2 طالب در ولایت بغلان. در پی درگیری بین نیروهای جبهه مقاومت و گروه طالبان در شهرستان نهرین 2 تن طالب کشته شده است. منابع موثق روز چهارشنبه 2 سنبله با خبرگزاری صدای افغانستان گفتند پیش از 6 روز گذشته جنگ بین گروه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در روستای شهرستان نهرین در ولایت بغلان آغاز شده است
که در نتیجه آن دو نیروی طالبان کشته شدند. منابع می افزایند که در این درگیری یک فرمانده جبهه مقاومت به اسم مولانا امرودین نیز به شهادت رسیده و گروه طالبان دست به آزار و اذیت مردم محل زدند. گفته می شود که در هفته های اخیر درگیری شدید بین گروه طالبان و جبهه مقاومت در بغلان و تخار آغاز شده است. طالبان به امامان مساجد غزنی: باران قهر خداست، دعا کنید که متوقف شود. منابع محلی در غزنی می گویند که طالبان با فرستادن مکتوب رهنمود دعاخانی به امامان مساجد در این ولایت از آنان خواستند که دعا کنند تا باران متوقف شود. منابع محلی روز چهارشنبه 2 سنبله می گویند که ریاست حج و اوقاف طالبان در این ولایت به تمام مسجدهای شهر و ولسوالی‌های این ولایت دستور داده است تا برای توقف باران در نمازهای پنجگانه دعا بخوانند. طالبان با فرستادن مکتوب به امامان مساجد رهنمود دعاخانی را نیز معرفی کردند. در مکتوب طالبان که نسخه از آن به روزنامه 8 صبح رسیده، باران‌های اخیر به قهر خداوند تشبیه شده است. منابع محلی در غزنی می‌گویند که طالبان در یک هفته اخیر از کمک رسانی به سیلزدگان در این ولایت عاجز ماندند و از این رو به دعاخانی رو آوردند. دستور جدید رهبر طالبان: داستانی کل صلاحیت نظارت بر پرونده ها را ندارد. داستانی کل طالبان روز شنبه با ارسال نامه به همه داستانی ها در سراسر افغانستان ابلاغ کرد که پس از این داستانی ها صلاحیت نظارت و تحقیقات در پرونده های حقوقی و جزایی را ندارند. در این نامه آمده است که پرونده های زیر دست داستانی ها باید فوراً به دادگاه ارسال شوند تا مراحل تحقیق و نظارت را دادگاه انجام دهد. منابع آگاه از میان گروه طالبان به رسانه های محلی افغانستان گفتند که رهبر طالبان در نشست قندهار این تصمیم را گرفت و قرار است تا یک ماه آینده در یک نشست عمومی رسما اعلام شود. گفته می شود طالبان در نظر دارند تا صلاحیت تحقیقات و نظارت پرونده های جزایی و حقوقی را به اداره اطلاعاتی یعنی استخبارات طالبان واگذار کند. با این حال دادگاه طالبان تا اکنون مسئولیت مراحل تحقیقات و نظارت بر پرونده ها را بدون دخالت اداره اطلاعات طالبان پذیرفته است. کارشناسان امور افغانستان به این باورند که تصمیم لغو صلاحیت تحقیقات و نظارت پرونده های حقوقی و جزایی کار اصلی و اساسی داستانی کل است. به همین دلیل اعتقاد شده تا اعضای غیر پشتون طالبان دیگر صلاحیت های اجرایی نداشته باشند. مولوی شمس الدین شریعتی داستانی کل طالبان از قوم تاجک و از محدود اعضای بلندپایی غیر پشتون طالبان است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.